علی از ما و شما خواسته میشه که چرا حکومت همه شمول جور نمیشه، چرا این نمیشه، چرا این نمیشه. ما برش میگم که او مردم شما خو کمه که توجه را بکنیم. ما کدام نظامی خوب و نظامی خواسته که بخواسته های مردم جور شده باشه از بین برده ایم که شما پشت از او ارمان میکنیم. آیا در افغانستان امنیت بود؟ آیا در افغانستان اقتصاد بود؟ آیا در بندیخانه های افغانستان دیگه جایی بود که مردم افغانستان دو جای بجای شما؟ شما شنیده باشه که اشرف غنی اعلان کرد که دیگه بلاک ها در بندیخانه ها جور میکنیم تا که بندی ها دیگه هم دو جای بجای شما. و یک کس ناجور بود. بیا دکتر تو ویلی و دکتر تو ویلی ویسی دا کس خوشحال ساتی. خوشحال ساتی. نا کورونی دې خوشاله ساتو ته تخناو 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 تر ماخه په خندا مړو کنه اوس دې غنی حکومت په دیموکراسي ورته مړو په هغه شمولیت ورته مړو دې ته وزارت ورک دې ته معاینات ورک دې ته وظیفه ورک دې ته تنخواه ورک دې ته باډی کاټه ورک دې ته موټر ورک دې ته زری واخله کنه لدينا سمت راتاو که لدينا سمی خاردار راتاو که طول اقتصاد فهمده که اولاد یک وزیر اداره پیشین گفت که ما بعد از سالهاست کابل و کندهار به سرک آمدیم. وزیر صاحب خارجه ترکمنستان آمده بود به کابل و از قونسل ترکمنستان از مزار شریف از رای سالم به کابل آمد. بسیار به خوشی کسه کرد که خیلی به بیغمی آمدیم و پیش نمیتانستیم. حالی که 24 ساعت ترانسپورت جریان داره، مسافر به یک جای دیگه جای میره، تجارت جریان داره، یک دستاورد بزرگ و همکاری مردم است. تشکر میکنیم که زمینه مساعد ساخت که ما و شما با یک دیگر نزدیک میبینیم و چیزایی که در دل خود و در دماغ خود داریم با یک دیگر شریک کنیم. الحمدلله ثم الحمدلله فضل خداوند هست که بعد از 40 سال و خصوصا بعد از 20 سال گذشته که ما و شما همه بسیار تکالیف دیدیم، از یک دیگه دور بودیم و امروز با یک میز نشسته هستیم و دنیا ما و شما را میبینه که چطور مردم غیور افغانستان، مردم با تجربه و عقلمند افغانستان میتانه که در مابین خود مشکلات به چک آسانی حل میکنه. امارت اسلامی افغانستان همیش گفته بود که مشکل در افغانستان نیروهای خارجی هست و مشکل در افغانستان مداخله خارجی است. اگر خارجی ها بروند و مداخله هایشان قطع شود، مردم افغانستان الحمدلله استعداد دارد که در پالو یک دیگه استاد شود. شما دیدی وقتی که افغانستان اشغال شد و در مقابلش جهاد مقدس شروع شد و مقاومت شد، سالها جریان پیدا کرد و هم مقاومت مسلح شروع بود و هم مذاکرات شروع شد. بسیار کوشش کردیم که موضوع از تفاهم حل شد و مذاکره و با مفاهمه حل شد. خب متاسفانه مذاکراتی که در دوحه جریان داشت نتیجه ندارد، زیرا علتی کلانشی بود که جانب مقابل به یک نظر نبود و متاسفانه که هدایات هم از یک جهت و از دیگر جهت میگرفت. بعد از او ما مجبور شدیم که در داخل تماس بگیریم با نیروهای اداره کابل، با پلیس و با اساکر و با اردو
ولایت به ولایت، ولسوالی به ولسوالی، قریه به قریه، پوسته به پوسته پیغام روان کردیم. الحمدلله موفق شدیم. مردم افغانستان با یک دیگه دست داد در طول 11 روز در همه ولسوالی ها و در همه ولایات قیام ملی صورت گرفت و یک تحول بزرگ آمد. یه تحول و یه قیام ملی یه دلالت قیم می کنه که مردم افغانستان با یک دیگه برادران. یک فرد نیرو از کندهار و از ننګرهار و بدخشان و به مزار نرفته و نه از بدخشان و به مزار به کندهار و به هلمند رفتگی است. در هر ولسوالی و در هر ولایت همونجا مردم قیام کرد تحول آورد. این به دو چیز دلالت میکنه که یکی مردم افغانستان با یک دیگه برادروار متحد هست و دومی است که مردم پشتیبانی از امارت اسلامی افغانستان اعلان کرده. عملا ما گفتیم که به ولسوالی دور و دراز کوها و دور هیچ نیروی از دیگه جا نرفته، همونجا مردم قیام کرده. و دومی است که مردم که با حکومت نو همکار است، دلیل شرمی است که در همه افغانستان در کوه و دامان در هر جای امن و امان است. مثل که خیرخواه صاحب گفت، یک وزیر اداره پیشین گفت که ما بعد از سالها از کابل و کندهار به سرک آمدیم. وزیر صاحب خارجه ترکمنستان آمده بود به کابل و از قونسل ترکمنستان از مزار شریف از رای سالم به کابل آمد. بسیار به خوشی کیسه کرد که خیلی به بیغمی آمدیم و پیش نمیتانستیم. حالی که 24 ساعت ترانسپورت جریان داره، مسافر به یک جای دیگه جای میره، تجارت جریان داره، یک دستاورد بزرگ و همکاری مردم است. اگر همکاری مردم نبی بود، این نمی شد. نیروهای خارجی، امریکا، ناتو، اینجا ملک دیگه بسیار قوت داشت، بسیار دلار داشت، بسیار مصارف کرد. نیروهای داخلی هم امرایش بود 3-4 لک. لکن 30% زمین افغانستان در دست شرم بده و اونم 30% امونیت آورده نترمست. یه دلیلی است که مردم امرایش نبود. علی الحمدلله مردم افغانستان در پالو یک دیگره. ما بسیار افسوس میکنیم، راست برات میگم که دور از افغانستان، چند هزار کیلومتر دور از افغانستان صداها بلند میشه که در افغانستان وضعیت خوب نیست، امنیت خوب نیست، پلان است و بستان است. ولی در داخل الحمدلله، یعنی یک پایتختی بزرگ کابل که حدود 70 لک مردم به او زندگی میکنن، در چند ساعت اونجا تحول میآید و یک کس نه اسیر میشه نه یک قطره خون ریخته میشه. بیشتر به تاریخ مثال نداشته باشم. برادران عزیز، بعضی واقعیت هاست که باید یک دیگر از یک دیگر بشنویم و خبر شویم که در این کشور عزیز چه تیر میشود، چه حالت بود از برای خدا. هر روز سر خانه های مردم چاپار بود، بمبار بود. کدام اسلحه بود که در افغانستان استعمال نشد؟ در هر 24 ساعت از 200 تا 300 مردم شهید و کشته می شد. علی الحمدلله اونو تلفات به صفر رسید. علی از ما و شما خواسته میشه که چرا حکومت همه شمول جور نمیشه، چرا این نمیشه، چرا این نمیشه. ما برش میگم که او مردم، شما حکومتی توجه را بکنیم. ما کدام نظامی خوب و نظامی خواسته که با خواسته های مردم جور شده باشه از بین برده ایم که شما پشت از او ارمان میکنیم؟ آیا در افغانستان امنیت بود؟ آیا در افغانستان اقتصاد بود؟ آیا در بندیخانه های افغانستان دیگه جایی بود که مردم افغانستان دو جای بجای شما؟ شما شنیده باشه که اشرف غنی اعلان کرد که دیگه بلاک ها در بندیخانه ها جور میکنیم تا که بندی ها دیگه هم دو جای بجای شما.
در 2001 و 2002 وقتی که امریکا و متحدین شامد به افغانستان شما در جریان بودی کسانی که مربوط امارت اسلامی افغانستان می بود او یا کشته می شد یا بنده می شد و یا هجرت نکرد و یا به کوه حواله می شد دیگر را نمی داشت حق زندگی نداشت یک واقعیت است یعنی یک کسی اگر در امارت کار میکرد یک خویشاوند از او یک دوست از او نمیتانست که به کابل بروه به کندهار بروه به شارا بروه اینطور یک حالت بود با هزارها کسانی که در جنگ اسلحه را به زمین انداخته بود او دستگیر شده و در کانتینرها در دشت لیلی و حیرتان به شهادت رسانیده شد شما در جریان بودید و برعکس وقتی که امارت اسلامی افغانستان پس به قدرت رسید همه کسانی که در اینمی 20 سال در اینمی تماما تخریب و جنایت دست داشت و یک قسم ضرر نرسد بلکه در شب اول به همه خانه هایشان پیره استاد کرد که کس برش ضرر نرسان یعنی ما یک واقع شخصی برای تو بیان میکنیم شبی که مجاهدین به کابل داخل میشن از طرف قیادت امارت اسلامی افغانستان شخصا با ما پیغام رها شد که شما زود خود را به کابل برسن که به این نباز کلانه رژیم گذشته تاوان رسانده نشد او را ضرر نرسد بعد از این دیدر حال بود برادران عزیز که دشمنا بسیار کوشش کرد که چطور مجاهدین امارت اسلامی افغانستان به انتقام جویی مایل کنه احساساتشان را بالا کنه یعنی شهدای امارت اسلامی افغانستان شما دید سرش آتش زده شد حتی به تبر تکر تکر میشد به این خاطر که احساسات بالا شد تا که مردم افغانستان در مابین خود بجنگن الحمدلله ما در موفق شدیم و نما هدایتی که از طرف امیرالمومنین صاحب شد و او عمل شد بعد از روزی که به کابل آمدیم کابل در دست امارت اسلامی افغانستان افتاد بعد از او کوشش شد تبلیغات شد که این انتقام جویی است تا که مردم بیرون برود و همه قدرها و همه استعدادها از افغانستان بره و تا که حکومتشان کمزور شود و الحمدلله و الحمدلله مثل که خیرخواه صاحب گفت مجاهدین ما عشا و خوراکه نداشت و اینمی چیزی که جمع میشد به اونما مامورین سابقه تنخواه داده شد در حدود 5-5.5 لاک مامور تا با آل الحمدلله در خدمت هست و اونما در سیسای دشمن ناکام شد باز سر افغانستان تازیرات اقتصادی وضع شد با بانک ها و تجارا حتی با مردم کسا نمیتانست که از بیرون یک بوری گندم رو بخره به او پیسه رو آن میکنه تا که از نگاه اقتصاد مردم افغانستان و حکومت افغانستان ضعیف شود الحمدلله ما حوصله داشتیم امارت تدابیر داشت در روح هم موفق شد استا نه بانک ها سقوط کرد و نه اقتصاد و شما دیدید این شاید بخی بی نظیر باشه که ارزش افغانی با 130 رفته ولی الحمدلله از 87 پس آمده یک بخی بزرگ است در این هم الحمدلله خداوند نصرت کرد باز یک زمستان بسیار خطرناک به پیش داشتیم چون که بودجه حکومت افغانستان 85% از خارج تمویل میشد بودجه هم قطع شد و پیسه هم قطع شد و بندیز و تعزیرات هم وضع شد در بانگ هم چیز نبود در بانگ هم چیز نبود همه برده بود خب با وجود از الحمدلله استا و نما عواید کنترول شد علی یک پیسه با یک جیب شخصی نمیره این چی که گپی کلان است و الحمدلله در تمام افغانستان مردم اینطور خیال کرد که شاید زمستان که علی رو به ختم شدن است شاید مردم هلاک شود
الحمد لله هر جایی که حادثه پیش شده در حدود 2 ساعت و 4 ساعت و 5 ساعت و 10 ساعت مسئولین رسیدگی کردن. اگر سیلاب آمده، اگر زلزله شده، اگر دیگه گرسنگی و تشنگی آمده، مجاهدین رسیدگی کرده الحمد لله. خدا تعالی به اینجا گپ رسید. در بیرون از کشور با کشورهای جهان از راه دیپلماسی فعالیت ها شروع شد. اولا با همسایه ها تعلقات بسیار خوب و محکم جور کرده، باز با ممالک منطقه، باز با اروپا و با امریکا، با کشورهای خلیجی، با هر جهت متعدد جلسات داشتیم. آل الحمدلله تعلقات ما و شما و همه کشورها رو به خوبی هست. تعذیرات هم کم شده و از طرف ایالات متحده امریکا هم لیسنس ها جاری شده. آل تجار ما و شما میتونه که از بیرون چیز بخیره پیسه روان کنه. آل دیگه موسسات و مردم میتونه که با افغانستان پیسه روان کنه. یه هم یک پیشرفتی خوب هست که داریم الحمدلله. و در بخش سیاسی فعلا الحمدلله مثل که پالیسی ما و شما هست، پالیسی همی هست که بعد از افغانستان مرکز و میدان مقابله های قوت های بزرگ نشود، بعد از افغانستان اینطور نشود که با یک جور با یک ناجور، با یک دوستی با یک دشمنی، افغانستان غریب و بیچاره باید با پای خود استاد شود، باید مشکلات خود حل کنه. پالیسی سیاسی ما یک پالیسی است که اقتصاد محور است و ما میخواهیم که چونکه خداوند برای افغانستان یک موقعیت خیلی خوب و مرکزی داده، مثل که اقبال میگه که آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در آن پیکر دل است. از کشادی او کشادی آسیا، از فساد او فساد آسیا. آلی که در افغانستان فساد نباشد، همه مردم خوشحال است، همسایه هم خوشحال است. و در بخش ترانزیت ما توانستیم که آسیای جنوبی و آسیای مرکزی وصل کنیم و آسیای مرکزی خیلی تشنه است که با آسیای مرکزی وصل شد و همچنان آسیای جنوبی آسیای جنوبی هم همینطور چه داره میلان داره و در این بخش هم الحمدلله دستاورد داریم. و دیگه در بخشای خدمات الحمدلله نه کدام شهروالی خراب شد نه کدام شهر، یعنی این زمستانی که تیر شد الحمدلله بسیار بارش ها بود، بسیار برباری بود، خونه سالنگ از بابن شد و نه در شهر کابل طالب ها جور شد. و دیگه برادران عزیز شما که در ترکیه هستی، شما برادران خواهش میکنم مثل که ما با اخلاص و با و صداقت آمده ایم، از شما هم همی میخواهیم که با همه برادرهایی که اینجا آمده، یا برادر هر کسی که اینجا میباشم باشه، همیشه مردم میره پیش مزدوری، میره پیش تعلیم، میره پیش تجارت، میره خب باید با افغانستان مزادانه بیایی برم. ولی الحمدلله پروازا با ترکیه شروع شد، با سعودی شروع شد، با امارات شروع شد، با ایران شروع شد، با مسکو شروع میشه، با چی با قطر زودتر شروع میشه. هم رای هوایی باز شد، هم رای زمینی، هم وزارت خارجه در خدمت شما هست، هم سفارت خانه ها، کس با پاسپورت ضرورت داره، کس با ویزه ضرورت داره، کس با دیگه مشکلات کنسولی ضرورت داره، همه انشاءالله در خدمت شما هست. ما همیشه به تمام سفارت خانه ها اعلان کرده که مردم خدمت مردم شما، حتی کسانی که مخالفت داره او را گفتن که هر کاری که با وزارت خارجه میشه، وزارت خارجه در خدمت شما هست. میشه باز برادرها که من که وقدا داره یا حسد داره، هسته هسته اون ختم میشه، بسیار کار شده، دشمن خیلی کار کرده، خیلی تبلیغات شده. ما میخواهیم که دیگه اون تنظیم پرستی ختم شود. دیگه باز یک چیز دیگه خدمت شما عرض کنیم، خدا نخواسته خدا نخواسته اگر این نظام کمزور میشه، باز چجور میشه؟ باز کدام بدیل داریم؟ شما دیدی داعش در تمام جهان و چی که زور و قوت نتانست که او را کنترول کنه،
وذر افغانستان چونکی زمینه زیاد مساعد بود برش الحمدلله کنترلش کبی خیلی بزرگ است آلی که در افغانستان امنیت هم است وحدت هم است اداره هم به پای استاد است و با هزارها میتونیم بگویم خارجی ها بعد از 15 اگست به افغانستان آمده و رفته کمک های بشری آورده خدای نمی اف ما که امروز پوره شد برای یه تن از خارجی ها ضرر رسانیده نشد این شاید ما شما بگویم که در جهان شاید یک مثال باشه الحمدلله و دیگه برادران عزیز کسانی که آل هم گله داره خفه هست تبلیغات میکنه بعدش بگم که بس است دیگه بس است افغانستان دیگه تو همین طاقت اینمی نظریات مختلف که یک روز یک نظر سرش تحمیل میشه یک روز دیگه یک روز روس میاد یک روز آمریکا یک روز یک کشور مداخله میکنه یک روز دیگه یک تنظیم یک چیز میگه یک تنظیم دیگه یک تنظیم 4 وزارت میخواه یک تنظیم 3 وزارت میخواه یک 10 وزارت میخواه همه کشمکش سرمایه دامی مصرف انرژی دامی مصرف استعدادها دامی چیزا مصرف شد و کشور کدام خدمت شد ما از شما برادر پرسان میکنیم این 20 سال گذشته آیا کدام سرکی خوب جور شده آیا کدام کارخانه و فابریکا از طرف حکومت و قوات هایی که با افغانستان آمده بود که ما گفت که ما افغانستان جور میکنیم یک فابریکا جور شده که دو 100 نفر یا 1000 نفر یا 10000 نفر یا 1 لاک نفر دو کار بکنه شخصی هست اگر جور شدم شخصی خود جور شده و خصیص و خود مردم افغانستان مزدوری میکنه الحمدلله همت داره حوصله داره خو از طرف حکومت خود چیزی نشده حتی از طرف حکومت یک شبخانه مجهز جور نشده از طرف حکومت یعنی این در بین 20 سال گذشته که کشورهای همسایه، کشورهای منطقه، کشورهای جهان که با کدام اندازه ترقی کرده، با کدام اندازه دستاوردها داره ما و شما در صفر استاد هستیم در صفر پس علی که وضعیت خوب شد، شرایط برابر شد دیگه باید مخالفت ها نشوه اگر کس کدام انتقاد داره یه عدد تلویزیون های افغانستان هم در داخل هم میتونه که بیشه صدای خود بلند کنه البته دشنام نده توهین نکنه و شما اطلاع داری بسیاری از کلانه دوره سابق در کابل و در دیگه افغانستان حضور داره و هیچ کس الحمدلله تکلیف رسل میده نشد پس با همه برادرها آغوش ما باز است همه میتونه که بیایه مثل که خیلی خواست های گفت یک ادرسی بزرگ از طرف حکومت انشاءالله اعلام میشه که هر کس با اطمینان با او ارتباط گرفته میتونه و آمدن و رفتن و اونجا امنیتش گرفتن به حکومت مسئولیت داره وقتی که عفا شد در اسلام باز بعد از عفا اگر با کس ضرر رسانیده میشه او حرام است مجاهز نیست ما الحمدلله مسلمان هستیم مجاهد هستیم در اطاعت هستیم همه مجاهدین همینطور است و یک چیز خدمت شما عرض کنیم که افغانستان یک کشور خیلی بزرگ حدود 40 میلیون نفوس داره تقریبا 5987 کیلومتر ما و شما سرحد داریم یعنی 6000 کیلومتر و 34 ولایت داریم 400 ولسوالی داریم وقتی که در همه کشور امنیت می باشه در همه کشور اطاعت از مرکز می کنه یک خواب بود پیش از این و یک کس ناجوره بود بیا دکتر تویلی و دکتر تویلی و سیده کس خوشحال ساتی ناکورونی ده خوشحال ساتی و تی تخناو تخناوی تر مخام په خندا مړو کنه اوس دې غنی حکومت په دیموکراسي ورته مړ کو په همو شمولیت ورته مړ کو دې ته وزارت ورکه دې ته معینات ورکه دې ته وظیفه ورکه دې ته تنخوا ورکه دې ته باډي ګاټان ورکه دې ته موټر ورکه دې ته زری واخله کنه لدینه سیمټ راتاو کړه لدینه سیمې خاردار راتاو کړه
ټول اقتصاد باندې کې ولا نور افغانستان دې شي توان او طاقت نه لري الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي ما مخکې وویل چې موږ داسې یو نظام یا داسې څه له منځه نه دي وړي چې خلک به پسې ارمان وکړي ما بله ورځ په د انتالیا په فورم کې هم دا خبره وکړه چې دنیا له موږ نه د نظامونو نمونې غواړي ماډل غواړي آیا یو داسې ماډل په افغانستان کې شته چې موږ ته یې پیش کړي چې موږ هغسې ماډل ورته راولو د نور محمد طارق د کمونستانو کودتا غواړي که د حفیظ الله امین قتل و قتال غواړي او که د ببرک کارمل اشغال ته زمینه سازي غواړي او که د نجیب د علماو د صلحاو د وژلو تاریخ لازمندی کول غواړي او که له هغه وروسته بیا د اظهر صاحب شبغت الله مجددي د دوه میاشتو حکومت بیا د استاد رباني د پنځو میاشتو حکومت بیا په هغه کې حلعقد شوراګانې وې بیا نصر جوړېدل په کابل کې شپېته زره انسانان یوازې په خپلمنځي جنګو کې په شهادت ورسېدل کابل په کنډواله بدل شو بیا له هغه وروسته په بن کې یو څو کسان سره کېناستل دا اوس هم شمول حکومت بیا له هغه وروسته د ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله حکومت په یوه ورځ باندې په دوه ورځ جمهورانو د ریاست جمهوري قسم کاو یو کال کې به نتیجه نه معلومېدله جنګیر یې په جوړېدو ستړی شو آیا دا اوس د افغانستان لپاره مجربه نسخه ده افغانستان په دې شیانو جوړېږي د افغانستان د څو کسانو شخصي ملکیت ده چې بس که پلانۍ خوشحاله افغانستان حکومت هم شموله ده که دا پنځه کسه او لس کسه قدرتمن و سرمایه دار و زورواکان نه و خوشحاله بیا همه شمول نه ده زه دې ته وایم که د همه شمول معنا دا وي چې ټول قومونه دې کې په اوس حکومت کې ټول قومونه شته که د همه شمول معنا دا وي چې ټول ولایتونه دې کې دا اوس موږ د کابل وزیر لرو د پنجشیر لرو د بدخشان لرو د فاریاب لرو د کندهار لرو د ننګرهار لرو او که همه شمول د اشرف غني حکومت و نو هغه حکومت خو بشپړ موږ ته راپاتې شو یوازې د سر خلک ولاړو بیا دا حکومت ولې همه شمول نه بلل کېږي چې هغه حکومت همه شمول و او که ته وایې چې نه کابینه دې لویو خلکو جوړه شي نو په دنیا کې مثال راوښی ما امریکایانو ته مخامخ وویل ما دغه اوس چې بایډن انتخابات وګټل آیا په کابینه کې د ټرمپ د ادارې کوم سړی راوستی دی کوم یې وزیر کړی دی په دنیا کې که چا انقلاب کړی دی که چا کودتا کړی دی که چا انتخابات ګټلي دي هر څوک کابینه له خپلو اعتمادي خلکو نه جوړوي اخیری خبر رو ما دا درته کوم چې افغانستان ته باید په خپلو سترګو وګورو د دښمن په سترګو ورته ونه ګورو په پردیو عینه په کې ورته ونه ګورو په د مغرضو رسنیو له سترګو باید ورته ونه ګورو افغانستان الحمدلله هغه مشکلات نه لري چې تبلیغات ورپسې کېږي کله کله په موږ انتقاد وسي چې تاسې پلانۍ ښځه یا پلانۍ سړی بندې کړی موږ وایو په څلوېښت میلیونه نفوس کې به څوک یو سړی هم نه بندې کړي حکومت نه چا پوښتنه نه کوي پرون چې تا په یوه شپه کې لسو شل چاپې وهلې او دوه درې سوه کسان دې په شهادت رسول هغه به فراموش شو اوس که یو کس نیول کېږي هغه هم دوه ورځې درې ورځې پنځه ورځې لس ورځې بعد یې بېرته موضوع خلاصه شي نه به څوک په حقوقي دعوه کې نیول کېږي نه به څوک په جنایي پېښو کې نیول کېږي دا خو ډېره له انصافه ډېرې خبره ده نو د تاسې مې ډېر وخت واخیست ورونو الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې همیشه داسې په خوشحالۍ سره یو ځای شو د ترکیې سفارت د ټولو افغانانو کور ده دا د سفیر صاحب ناست ده ډیپلوماتان ناست دي موږ دوی ته دا هدایت کوو دا امر ورته کوو چې تاسې خدمت وکړي او هېڅ تبعیض به نه کوي ولو که هغه مخالف چې دلته د موږ په مخالفت راغلی وي خو سفارت د ټولو کور ده ټولو ته به خدمت وړاندې کوي همداسې ټول سفارتونه الحمدلله اوس اکثر سفارتونه موږ سره رابطې کړي دي اکثر ورته معاشات رسولي دي اکثر ورته پخواني ډیپلوماتان په اعتماد کې اخیستي دي نوي مهم ورلېږلي دي همدغه سلسله روانه ده او که خدای کول سوکه سوکه به ډېر مشکلات حل شي Yeah, I want to thank you for coming.
خیلی ممنون که اینجا تشریف آوردین. ما قسمی که تنها در این نمایشگاه نه، در نمایشگاه قبلی هم در مرکز نمایشگاه افغانستان و دوره اول امین نمایشگاه نمایشگاه برتر ملی در اینجا در قصر دالمان برگزار شده بود تقریبا یک سال قبل در اوجه مشترک کنیم و بار دوم است و به خاطر از اینکه ما فعلا هم باید هرچند از طریق رسانه اجتماعی به مردم اطمینان دادیم و از طریق هم میخواییم مردم اطمینان بدیم که انشاءالله بانکداری خصوصا سکتور بانکی داری روز به روز رو به توسعه است. انشاءالله ما از 80% تا 90% به حالت عادی برگشتیم و انشاءالله امیدوار هستیم که تا ماه آینده به 100% برسانیم. انتقالات پول چگونه است در افغانستان فعلا؟ حالا شما میتونین انتقال بتین پول در کشورهای اروپایی یا از اونجا دریافت بکنید؟ سلامت و بخیر باشین. دقیقا ما فعلا از کشورهای از تقریبا از تمام کشورهای دنیا به ما پول میارن به کمپانی ها و مشتری های مختلف که ما داریم با مؤسسات داخلی و غیر داخلی و خارجی با اونا همیشون به ما پول میارن و دقیقا ما خدمات تی فعلا فعال است با تمام کشورهای دنیا خصوصا کشورهای اروپایی و آمریکایی و تمام کشورهای مثال. ما روز قبلی یک برنامه داشتیم با اتحادیه هتل پروان که دو جونا دیتر دوا وارد میکنه از کشورهای خصوصا پاکستان، ایران، هند از اینا و تمامشان ما برشان یک محفل کاملا خاص داشتیم که برشان این معلومات دادیم که ما خدمات تیمان کاملا نرمال است و ما میتونیم با هزینه کمتر و با چارجز بسیار مناسبتر با اونا پولشان را به خارج از کشور بفرستیم. ظاهر صاحب اینا بگوین که حالا فعلا هموطنان ما از حساب خود چقدر پول برداشت کرده میتونن در هفته در ماه؟ سلامت به خیر باشین. قصد که شما شاید هستیم بعد از تحولات همه مردم تمام سکتورها سکتور اقتصادی و هم مگی متضرر شد و در این بخش بانک ها زیادتر متضرر شد و نسبتا بانک ما زیادتر به این متضرر شد که ما قسمی که میگیم و شعار ماست که بانک مورد اعتماد همه، ما بالاتر از 1.5 میلیون مشتری فعال داشتیم و نسبتا بیروبارا در بانک ما زیاد بود. بنابرای با موفقانه تانستیم که اون اوضاع را دوباره به شکل خوب کور بکنیم و اندل کردیم. ما فعلا الحمدلله در محلی بسیار خوب قرار داریم، در استیج بسیار خوب هستیم، از لحاظ مشکل نقدینگی پول هیچ نوع مشکل نداریم. حالا برانچ های ما تقریبا در حدود 87 پای ای تیم فعال در سراسر افغانستان داریم و 57 نمایندگی فعال در سطح افغانستان ما فعلا داریم و خدمات بانکی به مردم عرضه می کنیم. ما شما شاهد هستیم بعد از تغییر حکومت بانک ها قادر به این نبودن که پول مردم یک بارکی بهشان پرداخت بکنه و ما هفته وار میتونستن که اونا $200 و یا 500 از حساب شرکتی اونا برداشت بکنن، بعدا اون مبلغ به $400 بعدا به $600 و الحمدلله فعلا در یکی دو هفته میشه که فعلا او افزایش یافته به $1000. ما مانع اکانت حسابات شخصی کسای مشتری های ما که حسابات شخصی دارن میتونن که هفته وار $1000 و ماهانه $3000 اگه بخواین به شکل پیشکی ادوانس بگیرن ما میتونن که به یک بارگی یک ماه قبل به شکل $3000 با معادلش $70,000 افغانی معادلش $2,000,000 ماهانه میتونن که برداشت بکنن و به می شکل حسابات شرکتی مثل مطابق مکتوب متعدد المال 5% افتوار که از $1,000,000 امریکایی زیادتر نشه میتونن که از نمایندگی ما و از دفتر مرکزی و تمام ولایت دریافت بکنن. سر خوب ایران بگوین که حالا شما معاشات اجرا میکنین دولتی یا خصوصی را و همچنان ماشین های تیم شما در سایر ولایت های افغانستان فعال هست؟ دقیقا ما بخش سالاری ما بخش معاشات ما یکی از دیپارتمنت های مهم و یکی از دیپارتمنت های کلان بانک است. فعلا بزرگ بانک است که اونا فعالیت شان ماشاءالله قابل ملاحظه است، حتی میتونیم که بگویم فوق العاده است. ما مؤسسات دولتی، وزارتخانه بعضی وزارتخانه ما گفته میتونیم مثال وزارت اقتصاد، بخش وزارت داخله، وزارت دفاع، وزارت انرژی و آب، شهدا و معلولین، دیگه ارگان های دولتی، سر محکمه، تمام شان حسابات معاشات شان امرای ما هستن. در پهلوی اینا به صدها و حتی میتونی که بازارها کمپانی و انجوهای داخلی و بین المللی ما یادآوری بکنیم که فعلا معاشات خود از ما میگیرن. حتی ما تیم سیار داریم که کمک های نقدی سازمان ملل یا یو این از طریق از سازمان های WFP WHO اینا که به مردم کمک ها توضیح دارن در قریه و قصبات و دوردست افغانستان که در اونجا حتی هیچ بانک و حتی هیچ خدمات بانکی وجود نداره، ما تیم خود داریم که با اونا میرن در قریه جات و دولت سوالی ها به شکل نقد برشان پیمن میکنه و ما افتخار میکنیم که تیم خود ما است و توسط هیچ کس اج کدام اجنت نی توسط تیم خود ایره پیمن میکنیم.
سرالی، حالا بگن که وضعیت کارمندا، وضعیت خود فیلی بانک در این زمان چگونه است؟ آیا امو کارمندای سابق شما داشتن حالا در وظیفه هستن یا کم شدن؟ دقیق بعد از تغییر رژیم در افغانستان که تقریبا 3 سال قبل ما یکم متضرر شدیم، حتی در حساب کارمندان بعضی همکارای ما در حدود 5% خیلی کم، در حدود 5-7% اونا برای یک چند مدت خانه نشین شدن، اما ما دوباره اونا را خواستیم، الحمدلله اونا دوباره فعلا کار میکنن. حتی ما اگر رسانه اجتماعی را شما متوجه شده باشین، وبسایت ما را جابس و یا صفحات اجتماعی ما را ما فعلا حتی انانس کردیم پوزیشن ها را که حتی کارمند جدید نیاز داریم دیگه. از اول لحاظم انشاءالله روز به روز در حال توسعه هستیم، فعلا هیچ نوع مشکل دو ورسه نداریم. پلان های بعدیش از بخاطر از اینکه بتونم مشتریان بیشتر جذب بکنم و مشتری های خود اعتمادان بیشتر بده، چی پلان های دارن در آینده؟ بخیر سلامت باشین. بعد از تغییر رژیم بعضی سلسله خدمات بانکی ما به شکل تعلیق در آمده بود که الحمدلله فعلا ما اونا دوباره رو فعال ساختیم، مثال خدمات ویسنونیان، خدمات سویفت، خدمات بعضی پرودکت های ما، و تا ما کوشش داریم که دوباره خدمات قرضی خود شروع بکنیم. انشاءالله همیشان در جریان است، بالاشان کار صورت گرفته و ما فعلا با مؤسسات بسیار بلیمنالی فعلا دوباره تجارت ما و معاملات بانکی ما اثر گرفته شده و میشکل با ادارات دولتی مختلف. انشاءالله ما امیدوار هستیم که با تیم مارکتینگ و تیم کامل از زیبان که داریم انشاءالله ما نمایندگی های بیشتر انشاءالله فعال میکنیم در سرحدات، در اسپین بولدک، اسلام قلعه، ترخم، در اینجا انشاءالله بزودترین فرصت و حتی در ولایت نورستان انشاءالله بزودترین فرصت نمایندگی ما باز میشه که حتی ما قبلا در زمان جمهوریت اونجا نمایندگی نداشتیم، اما پلان داریم انشاءالله زیادتر کارهایشان تمام شده، انشاءالله که بزودترین فرصت اونجا دوباره نمایندگی ما باز میشه و انشاءالله پلان های خیلی زیاد است که انشاءالله میشه که از طریق رسانه اجتماعی انشاءالله مردم عزیز ما تعقیب بکنن، انشاءالله که پلان های خیلی خوب است. ظاهر صاحب در اخیر ایران بگوین که وضعیت فعلی افغانستان از لحاظ اقتصادی، از لحاظ امنیتی چگونه است؟ سلامت و بخیر باشین. اقتصاد کشور ما هم گفته میتونه که ستون فقرات یک کشور تشکیل میده، تا که در کشور امنیت نباشه ما شما نمیتونه که اقتصاد خوب داشته باشیم. حال الحمدلله ما شما همگی شاهد هستیم که در سراسر افغانستان ما شما امنیت کلی داریم و ان شاء الله از لحاظ امنیت هیچ مشکل نداریم. در تمام دنیا اگر ما ببینیم زمانی که یک حکومت سقوط میکنه اونا در 10 سال 20 سال دوباره نمیتونن به حالت عادی خود برگرده، اما ما شما میبینیم که رشد خیلی قابل توجهی ما شما داشتیم در سکتور بانکی، در سکتور اقتصادی، در اصلاحات دولتی، در همگی. انشاءالله ما امیدوار هستیم که حتی برگزاری چنین نمایشگاه باعث از این میشه که دوباره اما کمپانی ها یا ورشکست شده بودن شما اونا دوباره میتونن که پس دوباره به پای ساخت شون و با کمک بانک های خود و با ما یادآوری کردیم که اقتصاد کشور ستون فقرات کشور تشکیل میده و اقتصاد کشور تمام مبنا مربوط بانک ها میشه. انشاءالله ما امیدوار هستیم، انشاءالله که روز به روز انشاءالله به سوی ترقی روان هستیم. سلامت و بخیر باشین. تشکر از وقتتان. بخیر باشین. بیننده های عزیز جهان سپاس، شما هم صحبت های جناب احمد شکیب ظاهر نماینده عزیز بانک را در اینجا در نمایشگاه شنیدین. امیدوار هستم که افغانستان از این بهتر و همچنان فعالیت بانک ها بیشتر شود تا هموطنان ما که رفتن از کشور دوباره بیان در افغانستان و در سرزمین زیبای خود در کنار دیگر افغان ها زندگی بکنند. لید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.